سلام به همگی. امروز میخوام دستور یه باقلوای خیلی خوشمزه و ترد و آسون رو بهتون یاد بدم. اول از همه باید شهدش رو درست کنیم. نصف پیمونه شکر، نصف پیمونه آب میذاریم روی حرارت متوسط، بدونی که هم بزنیم میذاریم که به جوش بیاد. زمانی همش میذاریم که 80% شکر توی آب حل شده باشه. خیلی آروم اوسط و کناره ها شروع میکنیم هم زدن. چرا از اول همش نمیزنیم؟ چون ممکنه که شکر که هنوز آب نشده به دیواره ها بچسبه و بعدا باعث شکرک زدن بشه. وقتی شکر حل شد و 5 دقیقه از جوشیدنش گذشت، یه قاشق چای خوری آب لیمو بهش اضافه میکنیم که دیگه مطمئن بشیم که بعدا شکرک نمیزنه. وقتی که آب لیمو رو اضافه کردیم، اجازه میدیم 1 تا 2 دقیقه دیگه روی شعله کم بجوشه، بعد دیگه میتونیم خاموشش کنیم و بذاریمش یه گوشه تو دمای محیط تا خنک شه. تو این فاصله میریم که باقلوامون درست کنیم. خب یه اشتباهی کردم، نمیریم باقلوامون درست نمی کنیم، میریم کرمون رو درست کنیم. ما اینجا 75 گرم کره داریم. حالا میریزیمش توی یه دونه قابلمه کوچولو یا حتی یه مایتابه کوچولو میزنیم رو شعله کم که آروم آروم بدونی که کره بخواد بسوزه کرمون شروع کنه به آب شدن. حالا چرا این کار میکنی؟ به این کار به اصطلاح میگن دوغ گیری. حالا یعنی چی؟ تو هر کره ای یه مقدار شیر وجود داره. ما میخواییم که اون شیر رو از کره جدا کنیم. وقتی که ما حرارت میدیم شیر از کره جدا میشه. فقط کافیه که روی حرارت آروم آروم مثل تصویر همش بزنیم رو شعله کم، چون نباید کرمون بسوزه یا داغ داغ بشه. تا شیر از کره اضافه به سربت داغ میشه، ولی وقتی که کره آب شد کاملا، از اول اگه شعله زیاد کنی کرمون سرخ میشه به اصطلاح یا میسوزه. ما میسیم تا کره آب شه. این گریز بگیزه هم که میشنویم مال همون شیریه که داخل کره. وقتی یک کره کامل آب شد، همجور که میبینیم یک سری چیزای سفید روی کره است. این همون شیریه که جدا شده. اینا رو با یه قاشق خیلی آروم شروع میکنیم جمع کردن و جدا کردن از سطح کرم. البته تو بعضی از کره ها این سفیدی خیلی بیشتره، تو بعضی ها خیلی کمتره. اون دیگه بستگی به مارک کره داره. تا حد ممکن اینا رو میگیریم و بعد زیر کره خاموش میکنیم و توی تصویر میبینیم که چی کارش میکنیم. کرمونو میتونیم تو همون ظرفی که آبش کردیم بذاریمش یه گوشه بدون حرکت بمونه تا هم خنک بشه، هم اگه بازم شیری توش مونده باشه تهنشین میشه. حالا من برات توی لیوان ریختم که بتونم بهتون نشون بدم. الان نیاز به 1/4 پیمانه روغن مایه داریم. روغن مایه‌مون رو با کره‌ای که قبلاً روی حرارت گذاشته بودیم و خنک شده قاطی می‌کنیم. خیلی آروم که اون شیر ته‌نشین شده دوباره به کره برنگرده. نمی‌دونم معلوم میشه یا نه، ولی اون تش یه گلولای سفید مونده که همون شیریه که توی کره باقی مونده. الان میریم مواد داخلی باقلوامون رو آماده کنیم که کاملا سلیقه‌ایه. من اینجا براتون باقلوامون نصفش رو با گردو درست میکنم، نصفش رو با پسته. الان اینجا ما پسته آسیاب شده داریم که با 2 قاشق مربخوری شکر مخلوطش میکنیم. البته این اضافه کردن شکر کاملا سلیقه‌ایه، ولی من از اونجا که باقلوامو با شهد کمشیرین، یعنی کلا کمشیرین درستش میکنم، ترجیحاً یک کوچولو به پسته شکر اضافه میکنم که دیگه خیلی بیمزه نشه باقلوامو.
اینو مخلوط میکنیم و میذاریمش یه گوشه. برای گردو، گردوی آسیاب شده داریم 100 گرم، پستمون هم 100 گرم. به گردومون دو قاشق مرباخوری شکر قهوه اضافه میکنیم که شما میتونید همون سفید هم اضافه کنید، فرق آنچنانی نداره. دو قاشق مرباخوری سر خالی. این قسمت کاملا دلخواهه، مثل همون شکر. من خیلی کم، به همین مقدار که میبینیم، بهش دارچین اضافه کردم که خب اگه دوست ندارین میتونین نزنید. یه خمیر باقلوامون که من از جلدش در آوردم، خمیرمون رو باز میکنیم و یه دونه از روش برمیداریم. فقط چون خمیر باقلوا خیلی سریع خشک میشه، حتما بقیه خمیر رو که فعلا بهش احتیاج نداریم رو بپیچیم و ترجیحاً یه دستمالی چیزی روش بذاریم که هوا بهش نخوره. حالا من اینجا چون دیگه داشتم کار انجام میدادم، این کار نکردم. کرمونو که براقم مایه قاطی کردیم میخورده هم میزنیم و شروع میکنیم برس کشیدن روی خمیرمون که سطح خمیرمون کاملا چرب بشه. الان از مواد میانمون استفاده میکنیم و کامل به طور کاملا یکسان پخشش میکنیم، ولی خب با قاشق یه خورده سخته و ما این قرتبازی ها رو میذاریم کنار و من با دست شروع میکنم اینو پخش کردم برای که اینجوری کاملا بهش مسلطم. به این صورت ببینید چقدر آسونه. کاملا پخشش میکنیم و یه لایه تمام سطح خمیر میپاشیم و نگران نباشین اگه یه قسمت های خالی میمونه، چون در انتها که ما خمیر رو میپیچیم کامل به همه جاش گردو میرسه. به دو روش میتونین اینو، یعنی به چند روش اینو بپیچیم. من اینجا از سیخ کباب چنجه استفاده کردم که خیلی هم راحته. گذاشتم سرش و شروع کردم خیلی آروم خمیر باقلوا رو پیچیدن. وقتی که پیچیدیم از دو طرف میگیریم و خیلی آروم هل میدیم به طرف جلو که اینه یه چینایی بخوره. بعد دقیقا اندازه نگاه کنیم قالبمون باشه، که اگه هم یه خود بزرگ بود وقتی گذاشیم دید با دست هلش میدیم و قشنگ کیپش میکنیم. به این صورت روش دیگه که میتونیم باقلواتون باش بپیچین، نه روش دیگه، وسیله دیگه، از این سیخ های چوبیه، از این سیخ های چوبی بلند دقیقا میزنین روی لبه خمیر و آروم میپیچینش. و دلیل این که من برمیگردم میگم موقع چین دادنش خیلی آروم باید از دو طرف حالش بدین، برای اینه که اگه یه خورده عجله کنین و محکم فشار بدین، احتمال این که باقلواتون خمیرش بترکه هست. وقتی تمام باقلوا رو پیچیدیم و قشنگ کیپ بغل هم گذاشتیم، شروع میکنیم به بریدن. من اینا رو هر رولو به 4 قسمت تقسیم کردم. فرتون روشن کنیم رو دمای 180 درجه تا کاملا گرم بشه. من این سینی رو روی یه دونه سینی دیگه قرار میدم و میذارم داخل فر، برای اینکه سری قبل که این کار نکردم موقع پخت این باقلوای خود پف کرد و روغن ریخت و فر افتضاح شد، یعنی من تا 200 داشتم فر تمیز میکردم. الان از روغن کره‌ای که داشتیم کاملا روی باقلوا میمالیم که مطمئن بشیم تمام اطرافش و روش چرب شده و بعدا به هم نمیچسبه. من معمولا همه رو نمیریزم چون خیلی چرب و چیلی خوشم نمیاد، تا همین حد کافی و کاملا برشته میشه، یه مقدار زیاد میاد. میذارمش توی فر 180 درجه به مدت 30 دقیقه.
به محض که از فر در آوردیم، یعنی داغ داغ شهدمونه که تو داشته بودیم کنار و خنک شده رو روش میریزیم و یک صدای جلیز جلیز خیلی دلچسبی به گوش میرسه که واقعا عالیه. یه نکته که بعد بهتون بگم اینه که در زمانی که توی فره بعد از 30 دقیقه اگه احساس کردین روش یه خورده دیگه بعد طلایی بشه، کافیه که قسمت گریل فر رو روشن کنین که به مدت 5-6 دقیقه تا موقعی که روش طلایی بشه توی فر بمونه، بعد میتونین درش بیارین و سریع به شهد بزنین. من خودم فر رو با قسمت فنش روشن کردم، یعنی فر و فن رو با هم که دیگه خودش باعث شد که کاملا روش طلایی بشه، احتیاجی به گریل نداشت. ولی اگه مال شما نداره گریل روشن کنید. این از بقلوای خوشگل افتاد خوشمزه‌مون. نوش جونتون، مطمئنم واقعا لذت میبرین.